ببینیم تو این تست برای ما چه چیزی مطرح شده. کدام حدیث شریف خطاب به نبی اکرم صلوات الله علیه ناظر بر معرفی همه مراتبه یا مراتب نعمت‌های اخروی برای انسان هاست؟ گزینه اول اومده مطرح کرده برای بندگان نیکوکارم چیزهایی ذخیره کردم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به ذهن کسی خطور کرده است. خب این عین حدیثیه که کتاب برای نعمت‌ها و مراتب نعمت‌های اخروی از زبان و لسان مبارک پیامبر نقل می‌کنه. پس جواب گزینه ما همین گزینه یک میشه. ولی یه نکته جالبی که هست و هیچ کس نمی‌داند، چه پاداش‌هایی که مایه روشنی چشم هاست تو گزینه دوم اومده، برای آنها نهفته شده است و این پاداش کسان، این پاداش کارهایی است که انجام میدادن. خب اینم که مراتب نعمت‌های اخروی رو میگه تو کتاب. بله من بارها به بچه‌هامون توضیح دادم، گفتم عزیزان من شما میدونید آیه و حدیث فرق میکنه. این اینجا اما صورت تست حدیث رو خواسته، در صورتی که گزینه دو هم همون پیام رو داره میده، ولی گزینه دو آیه از سوره سجده آیه 17 هم بیانگر در واقع این مبانیه که مطرح شده نسبت به مراتب نعمت‌های دنیوی خداوند تبشیر روشنی چشم ها برای نیکوکاران داده که حالا مطرح شده. گزینه 3 و گزینه 4 هم که اصلا به بحث مراتب نعمت‌های دنیوی اشاره نعمت‌های اخروی اسخای می‌کنم اشاره نداره.